در سال 544 میلادی خسرو بزرگ ایران تصمیم میگیره تا به ارض موعود و سرزمین مقدس حمله کنه و ثروت هنگفت اونجا رو به دست بیاره، اما این حمله با مقاومت فرمانده مشهور رومی بلیساریوس به سرانجام نمیرسه و در نهایت خسرو ناچار به بازگشت به ایران میشه. برای بررسی این حمله و وقایع سال 544 میلادی تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. به قسمت 87م از شاهنامه به نثر و بررسی دوران ساسانی خوش اومدین. خب همونطور که در ابتدای ویدیو گفتم، میخوایم به وقایع سال 544 میلادی بپردازیم و توضیح بدیم که در این سال چه اتفاقاتی میفته. حمله خسرو انوشیروان به سرزمین موعود رو داریم که البته ناموفق هست. و قبل از اون بگم که ما تو قسمت‌های قبلی توضیح دادیم و در این چند قسمتی که مربوط به خسرو انوشیروان هست داریم وقایع 10 سال هولوحش 540 تا 550 میلادی رو بررسی می‌کنیم. در قسمت قبلی توضیح دادم که رومی‌ها تصمیم می‌گیرن به تلافی حمله خسرو به انطاکیه و سقوط شهر انطاکیه یک حمله داشته باشن به ایران به فرماندهی بلیساریوس که فرمانده خیلی مطرحیه و چندین همراه دیگه از بزرگان رومی که توضیح دادیم که چه حمله مزخرف و خنده‌داری رو انجام میدن و ناموفق هست و به طرز رقت‌آوری مجبور میشن عقب نشینی کنن به سرزمین خودشون. در همون حمله اما خسرو موفق هستش و سرزمین لازدیکا رو به تصرف خودش در میاره. حالا در سال بعدش خسرو تصمیم میگیره این حمله رومی ها رو که به سرزمین ایران داشتن هرچند ناموفق بوده رو تلافی کنه. و در مورد سیاست های خسرو هم توضیح دادیم، گفتیم که خسرو نمیخواد بگذاره روم یک لحظه آرامش داشته باشه و از نظر نظامی هی تقویت بشه و ثروت رو انباش کنه در سرزمین خودش و ناچار هستش که پشت سر هم حمله کنه به رومی ها و هم از نظر نظامی اونها رو تضعیف کنه، هم مشغول نگهشون داره در سرزمین شرقی خودشون و هم اینکه ثروتشون رو چپاول کنه. خب خسرو در حوالی بهار سال بعدش حمله رو شروع میکنه و از کناره فرات حرکت میکنه به سمت نواحی سوریه. مسیر رو که ادامه میده میرسه به حوالی شهر سرگیوپولیس و لازمه که بگم سرگیوپولیس همون شهری هستش که در حمله به انطاکیه اسقفش قبول کرد، آقای کاندیدوس، که در ازای آزادسازی یک سری اسرا یک مبلغی رو به خسرو انوشیروان پرداخت کنه در آینده، که حالا موعدش رسیده، خسرو داره به اون سمت حرکت میکنه و آقای کاندیدوس میترسه. چرا؟ چون نه تنها این پول رو پرداخت نکرده بلکه تا این لحظه هم هیچی رو آماده نکرده برای پرداخت و حالا جلوتر دلیلش رو خواهیم گفت. خسرو میرسه به شهر سرگیوپولیس، اونجا رو محاصره میکنه و میخواد که شهر رو تصرف کنه. آقای کاندیدوس پیام میده که اینجوریه، من نتونستم پول رو فراهم کنم. به چه دلیل؟ به این دلیل که بارها در طی این مدتی که به شما قول دادم به آقای جوستینین پیام دادم که این پول رو من برسون در ازای مردم خودت هست، اما هیچ پاسخی از سمت امپراتور به من نرسیده و من نتونستم این پول رو جور کنم. خسرو خب ایشون رو زندانی میکنه به خاطر اینکه زیر قولش زده و اون مبلغ رو فراهم نکرده. اسرا هم که آزاد شده بود دیگه طبق اون عهدی که خسرو باش بسته بود و به محاصره شهر ادامه میده. شهر در آستانه سقوطه، اما به دلیل یک خیانتی که از سمت یکی از افرادی از لشکر ایران میشه این شهر سقوط نمیکنه. شهر دیگه تقریبا همین که دیوارهای خوبی نداره برای دفاع خودش و همین که غذای لازم رو ندارن داخل شهر داره سقوط میکنه. اما آمبروس نامی به گزارش آقای پروکوپیوس که از لشکر منظر هست شبانه میره به مردم داخل شهر داخل اون دژ خبر میده که لشکر ایران حالا به واسطه کمبود یک سری امکانات غذایی و اینها ناچار هستن که برگردن و از اینجا برن. اگه یک مقدار دیگه تحمل کنید میتونید که شهر خودتون رو برای خودتون حفظ کنید. این اتفاق باعث میشه که مردم شهر مقاومتشون رو ادامه بدن و خسرو ناچار میشه که از تصرف شهر صرف نظر کنه و به مسیر خودش ادامه بده. اما این آمبروس نکته جالبی داره. این آمبروس که از لشکر منظر هست یعنی عرب هستش. حالا چرا خیانت میکنه؟ دلیلش اینه که بخشی از لشکر هیره در این زمان مسیحی هستن و این آمبروس هم ظاهرا مسیحی هست و میاد به مردم اون شهر که هم کیش و هم دین خودش هستن یه جورایی میخواد کمک کنه. اینجا دقیقا تلاقی همون بحث ایران شهری و دین هستش که اگر ایران شهری در رتبه بالاتری قرار بگیره ما در این جور شرایط یه همچین اتفاقات ناگواری رو نمیبینیم، اما اگر دین بیاد بالاتر از اون ایران شهری قرار بگیره میبینیم که چه اتفاقات بدی میفته و یک نفر با یک تصمیم شخصی به خاطر اینکه فکر میکنه همکیشان
خودش میرن بهش و خودش هم با این کار میره بهش، کل لشکرکشی رو میتونه خراب کنه. و نکته جالب دیگه که داره بحث آمبروس هست و نامش. این آمبروس تغییر یافته نام امر در عربی هستش و جالبه که ببینید که یک به این وسط اضافه شده در تغییر واژگان از یک زبان به یک زبان دیگه، و اون دوستانی که زبانشناسی رو علاقه دارن ببینن که چقدر راحت میتونه یک حرف به یک کلمه اضافه بشه یا کم بشه و تغییرات دیگه ای رو انجام بده. خلاصه در ادامه خسرو ناچار میشه که به سرزمین کوماژن حرکت کنه و میرسه به اونجا و اونجا تصمیمش رو آشکار میکنه برای لشکریانش، و اونم چیه؟ اونم اینه که حمله کنه به سرزمین موعود یا ارض مقدس یا همون اورشلیم. حالا چرا این تصمیم رو میگیره؟ اصلا اینجا بحث موعود بودن و مقدس بودن این سرزمین اهمیتی برای خسرو نداره، بلکه اون چیزی که اهمیت داره اینه که خسرو چند سال قبل به سرزمین شمالی شامات یا همون سوریه حمله کرده، تمام ثروت اونجا رو چپاول کرده. هیچ کدوم از دژهای اونجا دیگه نه ثروت خاصی دارن و نه ارزش اینو دارن که خسرو بخواد بیشتر از این وقتش اونجا تلف کنه. بالاخره خب هر لشکرکشی هزینه‌های سنگینی داره. خسرو تصمیم میگیره که حمله کنه به سمت سرزمین موعود، چون که از تقریبا از زمان کنستانتین و به لطف تلاش‌های اون و مادرش اونجا برای مسیحی‌ها یک سرزمین بسیار مهمی شده، ثروت بسیار بزرگی اونجا انباشت شده، آب و هوای خوبی هم داره و جمعیت زیادی رو اونجا جا داده. در همین حین که خسرو داره به این سمت حرکت میکنه و لشکرکشی کرده، جوستینین هم دوباره آقای بلیساریوس که در همون پایتخت یعنی قسطنطنیه مستقر بوده رو بهش فرمان میده که حرکت کنه برای مقابله با خسرو انوشیروان. بلیساریوس اینجا فوراً و بدون لشکریان خودش به تنهایی با یک اسبی که مخصوص چاپارها هستن حرکت میکنه به سرزمین سوریه و سعی میکنه سری خودش رو برسونه به اوروپوم و هیراپولیس. در همین حین آقای بوزس که دیگه نام مشهوری و بارها در موردش توضیح دادیم، یک فرمانده بسیار ترسوی رومی، و همینطور آقای جوستوس برادرزاده همین آقای جوستینین در هیراپولیس پناهنده شدن و از ترس خسرو اونجا پناه گرفتن و منتظرن که ببینن خسرو میخواد چیکار کنه. یه نامه میفرستن به آقای جوستینین و میگن که خسرو داره بدون اینکه به قلعه های ما کاری داشته باشه مستقیم حرکت میکنه، پس ما هم کاریش نداشته باشیم. ببینید چقدر ترسوان. میگه از ترسش حرف رو میزنه، میگه خسرو داره همجوری میاد، کاری به قلعه های ما نداره، انگار مثلا خسرو میخواد اونجا حرکت کنه بره قطب شمال. خب معلومه مثلا دشمن شماید دیگه، حالا اگه 4 تا قلعه رو نگرفته بالاخره به یه هدفی داره حرکت میکنه، بی هدف که نمیاد دور بزنه که. اینا از ترسشون یه همچین چیزی رو میگن به آقای بلیساریوس. بلیساریوس هم عصبانی میشه و یه نامه‌نگاری میکنه، اینا رو یه مقدار تشجیعشون میکنه، وادارشون میکنه که بیان به همون شهر اوروپوم که آقای بلیساریوس خودش اونجا رفته و آماده نبرد با خسرو داره میکنه لشکر خودشون. با رسیدن آقای بلیساریوس و همینطور لشکر روم و همینطور اون دوتا فرمانده میگم که قانع میشن بیان و کمک کنن به آقای بلیساریوس، هرچند جوستوس رو میذارن در همون شهر هیراپولیس میمونه اما بقیهشون میان به اوروپوم، این خبر میرسه به خسرو انوشیروان که لشکر رومی اومده در نواحی نزدیک به فرات مستقر شده برای مقابله با ایرانی ها. خسرو اینجا تصمیم خودش رو عوض میکنه و دیگه صرف نظر میکنه از حمله به اورشلیم، و آقای پروکوپیوس اینجا اینجور گفته: وقتی خسرو شنید که بلیساریوس با تمام سپاهیان روم در اوروپوم اردو زده است، از ادامه پیشروی خود منصرف کردید و یکی از دبیران سلطنتی را موسوم به آباندان که به هوشمندی و دانش معروف بود نزد بلیساریوس فرستاد تا به وی اعتراض نماید که چرا جوستینین رسولان خود را برای بستن پیمان صلح نفرستاده است، ولی ضمناً به وی سفارشی کرد که در احوال بلیساریوس دقت نماید و درجه شایستگی و کاردانی خود او و عده سپاهیان او را بسنجد. پس مشخصه که خسرو برای اینکه ببینه که عده لشکر بلیساریوس چقدره، توان رزمیش چقدره، اونجا متوقف شده، نقشه رو فعلا عوض کرده و آباندان رو میفرسته تا اینها رو بسنجه. خب اون آقا میاد به خدمت بلیساریوس و اونجا متوجه میشه که لشکر روم انقدر هم ضعیف نیست، اما اونقدر هم قوی نیست که بتونه با لشکر ایران مقابله کنه. صحبت‌های بین این دوتا رد و بدل میشه. آباندان اعتراض میکنه، بلیساریوس میگه آقا ما لشکرکشی کردیم برای اینکه چرا جوستینین اون سفیرانو نفرستاده تا ما پیمان صلح رو ببندیم، چرا این کارو نکرده؟ از طرفی بلیساریوس هم خندش میگیره، میگه شما اول لشکرکشی میکنید به قلب یه کشوری، بعد تازه بهشون پیام میدید که چرا سفیرانو نفرستادید. شما باید سفیرانی رو اول میفرستادید به دربار جوستینین و بعد اگر پیامی نگرفتید حمله رو آغاز میکردید. حالا صحبت
رابطه بین این دوتا رد و بدل میشه و آباندان بیشتر تصمیم داره که ببینه چه خبره. اینجا بلیساریوس طبق گفته آقای پروکوپیوس یه تدبیری رو میاندیشه و چیکار میکنه؟ قوی ترین مردان خودش رو میاره در صفهای جلو تا آباندان فکر کنه که تمام لشکر رومی از همین افراد هستن، به علاوه اینکه خب لشکر روم تعداد زیادی رو از گوتی ها داره، از کارتاژ یعنی آفریقا و اینها داره، لشکری هستش که نواحی مختلف افراد مختلفی رو داره و برای اون صف جلو و ویترین میتونه نمایش خوبی رو اجرا کنه. خلاصه پس از صحبتایی که میشه آباندان برمیگرده پیش خسرو و اینطور به خسرو گزارش میده. آباندان چون به نزد خسرو برگشت به او تاکید کرد که با شتاب تمام به ایران برگردد، زیرا بلیساریوس مردی دانشمند و دلیر است و از این حیث سرآمد همه سرداران رومی است و سپاهیان او نیز در نظم و ترتیب بی‌نظیرند. از اینها گذشته در این زد و خورد وضع طرفین یکسان نیست و فرق آنها با همین است که اگر خسرو پیروز شود تنها بر یکی از بندگان قیصر غلبه نموده است و اگر هم بر حسب تصادف مغلوب گردد باعث رسوایی خود خواهد شد. به علاوه هرگاه رومیان شکست بخورن به آسانی به دژهای سرزمین خود پناهنده شده خیشتن را رهایی میدهند، در صورتی که ایرانی ها اگر مغلوب شوند همه به هلاکت میرسند و یکی از آنان نیز جان به در نخواهد برد. خسرو این دلایل را پذیرفت و خواست به کشور بازگردد. خب آباندان میاد و اینجوری گزارش میده به خسرو و میگه که لشکر رومی انقدر نیست. اما خب آقای بلیساریوس کاردان فرمانده جنگ دیده ای، بالاخره در نواحی مختلف جنگ کرده، انقدر هم بی‌عرضه نیست، هرچند حمله قبلیش خیلی افتضاح بود و اون هم البته به دلیل اون ناکارآمدی فرماندهان دیگه رومی هست که در قسمت‌های آینده هم خواهیم دید. اما به هر حال دست و پاش بسته نیست آقای بلیساریوس و نکته جالبی رو میگه. میگه که تو اگر در این جنگ شکست بدی فقط یکی از بندگان قیصر رو شکست دادی، اما اگر شکست بخوری پادشاه ایران هستش که از بین میره. به علاوه این که ما داریم در سرزمین دشمن میجنگیم و سرزمین دشمن اینا هر وقت بخوام میتونن به دژهاشون فرار کنن، حتی اگه شکست بخورن باز دوباره ما باید بریم دژها رو محاصره کنیم و زمانبر هست خود همین، کلی فرسایشی میکنه جنگ رو، اما ما اینجا پناهگاهی نداریم. نکته بعدی این که اینها از فرات گذشتن و پشت لشکر خسرو رودخونه فرات هست و برای عقب نشینی مشکل داره، از سمت اونها پشتشون باز هست به دشت‌های سوریه و خیلی راحت میتونن عقب نشینی کنن. خسرو دلایل رو موجه میدونه و تصمیم میگیره که برگرده، اما یه مشکلی هست. خسرو از فرات گذشته و اگه بخواد برگرده ناچاره که از مسیر همین اردوی بلیساریوس عبور کنه. اینجا فقط نکته‌ای که برای من جالب هست در این متن آقای پروکوپیوس میخونم و متون دیگه تاریخی اینه که آقای پروکوپیوس یک جوری داره نقل میکنه تاریخ رو انگار همزمان در دو طرف حضور داشته، یعنی انگار همزمانی که در خدمت آقای بلیساریوسه در خدمت خسرو هم هست و داره صحبت‌های درگوشی آباندان و خسرو رو یک جوری نقل میکنه، انگار اونجا حضور داشته. اینجا همون جایی هستش که باید یک کمی مشکوک بشید و یه مقدار قلقلکتون بیاد که چه اتفاقی داره میفته. پروکوپیوس از کجا از این حرفا خبر داره؟ آیا خبرها بعداً بهش رسیده و داره خودش یک مقدار دستکاری میکنه، اون چیزی که دوست داره رو نقل میکنه؟ اینا همه سوالهاییه که دیدیم بر قسمت‌های گذشته بررسی کردیم که پروکوپیوس همچین هم آدم صاف و ساده و رو راستی نیست و خیلی جاها داره بعضی موارد رو تحریف میکنه. پس اینو دقت داشته باشید، نه تنها در همین متن، در متن‌های دیگه شما می‌بینید یه واقعی طرف رفته با یه شخص دیگه خصوصی صحبت کرده، بعد همه دارن اون صحبت خصوصی رو نقل میکنه. اگه اون صحبت خصوصی بوده و دو طرف بعدش از بین رفتن، چجوری شما دارید اون رو نقل می‌کنید؟ حالا موارد دیگر دارم. یا اینجا چجوری بوده؟ یعنی جاسوس در گوش خسروانشیروان داشتید هرچی این افراد معتمد می اومدن میگفتن اینم سری توی تلگرام برای اینا میفرستاده و اینا سری کتابش کردن. این نکته های مهمیه که باید بهش دقت داشته باشیم حین خوندن و صرفا قبول نکنیم اگر داره نقل میکنه آقای پروکوپیوس روایتش درسته. اگر داره از سمت بلیساریوس نقل میکنه میگیم خب خودش اونجا بوده، حتی اگه بخوادم تحریف کنه خودش اونجا حضور داشته، اما در دربار خسرو که نبوده که بخواد صحبت خصوصی آباندان و خسرو انوشیروان رو به این شکل بیاد بر ما تعریف کنه. اینو دقت داشته باشه، حالا جلوتر هم باز یه نکته رو در این مورد خواهم گفت. خب خلاصه خسرو تصمیم میگیره که بزنه به دل لشکر بلیساریوس، دیگه راهی نداره، یا باید یه مسیری رو بیاد که از دل بیابون‌های ناحیه عراق میگذره، خب ممکنه خیلی از لشکرش تلف بشه، یا اینکه ناچار بزنه به دل لشکر رومی و از اونجا از فرات نواحی که امکان عبور داره رو پیدا کنه و عبور کنه. و همین تصمیم رو هم میگیره دیگه، ناچارن تصمیم میگیره که بزنه به دل لشکر روم و هر چقدر میتونه از اینا تارومار کنه و برگرده به سرزمین ایران.
ایران، چون دیگه از اینجا حمله به سمت اورشلیم بیفایده است. اگر بخواد حمله کنه بیلیساریوس، اینا رو شکست بده، اینا عقب نشینی میکنن تا یه جایی. خسرو اگه بخواد بره سمت اورشلیم، اینا تعقیبش میکنن و مشکل ساز میشه. و در کل دیگه با این لشکری که بیلیساریوس فراهم کرده، لشکرکشی به سمت اورشلیم منتفیه. اما تو ذهنتون داشته باشید که ایده فتح اورشلیم رو کی داده؟ خسرو انوشیروان. و در چه زمانی اجرایی میشه؟ در زمان نوش خسرو پرویز این نقشه اجرایی و عملی میشه. اینو دقت داشته باشید که اینا صرفا نقشه هایی نیست که یهو به ذهن خسرو پرویز رسیده باشه. از دوران عقبتر اینا دنبالش بودن و در مجموعه ساسانی به طور کامل اینا رو توضیح دادیم. پروکوپیوس در ادامه اینجوری میگه، میگه بیلیساریوس به خوبی میدانست که 100,000 نفر از عهده جلوگیری خسرو بر نخواهند آمد، زیرا اولا در چندین نقطه گذشتن از چد به وسیله قایق آسان است و به علاوه شماره سپاهیان ایران به قدری زیاد است که رومیان جرأت جلوگیری آنان را در موقع گذشتن از فرات ندارند. به همین جهت بود که بیلیساریوس نخست به دیوژن و آدولیوس فرمان داد تا با سرداران خود و 1,000 تن سوار دیگر به قصد ترساندن خسرو در ساحل فرات حرکت نمایند. خب پس میبینید که خود رومی ها هم میدونن که اگر جنگی رخ بده شکست خواهند خورد و اتفاقات ناگواری براشون میفته. اما به هر حال این شک و ترس در دل خود خسرو هم افتاده و از نتیجه جنگ مطمئن نیست. برای همین تصمیم میگیره که برگرده، اما راه گذرش هم از دل همین رومیو است. بیلیساریوس 1,000 نفر رو میفرسته هم موازات لشکر خسرو حرکت کنن که مقدار بترسوننش، اما خیلی زود پشیمون میشه. میگه خب اگه این 1,000 نفر یه کاری کنن خسرو ما حمله کنه که بیچاره میشیم، که تحریکش نباید بکنن. خلاصه اونا رو هم بهشون پیام میده که درگیر نشید و اینا، و خسرو در نهایت موفق میشه برسه به محدوده‌ای که برگرده. و پروکوپیوس اینجوری میگه، میگه بنابراین خسرو به شتاب پلی بر روی فرات ساخت و به هیچ فوت وقت همه لشکریان خود رو از آن گذرانید، زیرا ایرانی ها همگی هنگام حرکت قلاب های آهنی مخصوصی همراه خیش بر می دارن تا در هنگام ضرورت قطعات تیر و تخته را با آنها به هم پیوسته و یک قسم پل موقتی با آنها بسازند، و به همین جهت هم هست که می توانند بی هیچ رنج و اشکالی از روی همه رودخانه ها بگذرند. خب خسرو موفق میشه بالاخره با عقب نشینی بیلیساریوس از روی فرات بگذره. نکته جالبی رو هم میگه، میگه ایرانی ها از روی همه رودها از این تکنیکی داشتن میتونن عبور کنن، و این تکنیک رو ما هم میدونیم که از زمان هخامنشی ها ایرانی ها استفاده میکردن و احتمالاً از آشوری ها این تکنیک رو یاد گرفته باشن ایرانی ها، و از دوره هخامنشی تا ساسانی میبینید که این تکنیک رو استفاده میکنه. خسرو از فرات که تمام لشکرش رو با موفقیت میگذرونه و هیچ اتفاقی نمیفته، پیکی رو میفرسته به آقای بیلیساریوس و بهش میگه آقا زودتر به جوستینین پیام بده که برای پیمان صلح سفراش رو بفرسته. و البته خسرو متوجه هم شده که روم توان کافی رو برای مقابله با اون نداره، و در حقیقت هم دنبال همون پیمان صلح موقت هست، چون دوباره میخواد در طی همون پیمان صلح یه پول زیاد و یک باجی رو از رومی ها بگیره، و جلوتر هم این رو تایید میکنه و اتفاقاتی که میفته. و خب دیگه تقریبا تونسته رومی ها رو بترسونه و هر ساله هم اینا رو متوجه خودش کرده. همین که بیلیساریوس رو از غرب روم تونسته به شرق بکشونه و مدت زیادی اون رو اینجا نگه داره، یعنی که رومی ها تصرفات خودشون در اون نواحی متوقف شده، و خب خسرو هم یکی از اهدافش اصلا همین بوده. پروکوپیوس اینجا میگه که چرا خسرو برمیگرده. میگه خسرو یا از بیم مشکوک بودن سرنوشت جنگ، یا از ترس دلیری آن سردار، یا بر اثر فریب و اشتباه از پیشروی خود منصرف گردید و در حقیقت فرار اختیار نمود. خب نکته جالبی داره، گفتیم تحریف اینا یه مقدار حرفه‌ای‌تر از قبل شده، و ببینید میاد تحریف خودش رو، اون نکته مد نظر خودش رو دو جا میده در اون نتیجه گیری کلی. میگه خسرو یا از بیم مشکوک بودن سرنوشت جنگ، که خب منطقی بوده تا اینجا مشکلی نداریم، یا از ترس دلیری آن سردار. اولین تحریفی که اینجا داره وارد میکنه، ترس دلیری آن سردار. حالا این سردار دلیر هم باشه به تنهایی کاری نمیتونه بکنه، که اینجا داره آقای بیلیساریوس رو خیلی گنده میکنه، خودش هم خب در خدمت همین شخص دیگه، یه جورای پاچه‌خواری داره میکنه براش. و در ادامه دوباره یه مطلب درستی رو میگه، یا بر اثر فریب و اشتباه، که بازم منطقیه، شما انتظار نداشته باشید که ایرانی ها هیچ وقت فریب نخورن، اشتباه نکنن. اینجا بالاخره آقای بیلیساریوس ممکنه که یک عملیات روانی موفقی رو داشته باشه و باعث شده باشه که خسرو فریب بخوره یا اشتباه کنه. به هر حال اتفاقیه که ممکنه افتاده باشه و این تحریف نیست. اما در ادامه چی میگه دوباره؟ از پیشروی خود
منصرف کردید و در حقیقت فرار اختیار نمود. این جمله رو اگر آدم منصفی بود باید برای آقای بلیساریوس هم میگفت، اونجایی که سال قبلش بلیساریوس به یک سوم لشکرش رو داشت از دست میداد، دژ خاصی رو نتونسته فتح کنه، اومده بود تا وسط سرزمین ایران و داشت فرار میکرد، اما اونجا لفظ فرار رو براش استفاده نمیکنه. اینجا است که به آقای پروکوپیوس باید مشکوک و مشکوکتر بشیم که این آدم روایتهاش مشکل داره. اما به هر حال خسرو تصمیم میگیره که برگرده به ایران و منتظر میشه که یک گروگانی از سمت رومی ها بیاد و تا زمانی که سفرا برسن این بزرگ به عنوان گروگان در ایران بمونه. تا زمانی که این گروگان بخواد بیاد خب هنوز چیزی نیست و در همین حین خسرو میره شهر کالینیکوس رو فتح میکنه. در راه برگشتش شهری هستش که خب یه مقدار دیوارهاش خراب شده، مردم هنوز فرصت نکردن دیوارها رو بازسازی کنن و شهر به آسونی فتح میشه. در همین زمانی که شهر فتح میشه گروگان هم میرسه و خسرو گروگان رو میگیره و به همراه اون چیزهایی که دژی که فتح شده به دست آورده به ایران برمیگرد. اما نکته جالبی که دوباره اینجا داره اینه که پروکوپیوس اشاره میکنه بعد از این اتفاقات و بازگشت خسرو به ایران، آقای جوستینین بلیساریوس رو به نواحی غربی دوباره اعزام میکنه و میگه که نواحی غربی دوباره شورش کردن و بلیساریوس ناچار هستش که بره شورش های اونجا رو سر و سامون بده. اما نکته ای که پنهان کرده میدونید چیه؟ به نظر من حداقل اینه که ما در طی 2 سال گذشته متوجه شدیم که بلیساریوس فرمانده ای نیستش که توان مقابله با خسرو رو داشته باشه و در همون نواحی غربی موفق تره و خب جاسوس هایی هم داره آقای جوستینین که این موارد رو به اطلاعش برسونن. سال گذشتهش که یه همچین اتفاقی افتاد و امسالش هم اگر خسرو حمله میکرد و حالا یا فریب نمیخورد یا مشهود نمیشد یا به هر دلیلی حمله میکرد به لشکر بلیساریوس، کامل اونها رو تارومار میکرد و خب جوستینین همین شرایط رو دیده تصمیم میگیره که بلیساریوس رو دوباره اعزام کنه به نواحی غربی. ما از اینجا به بعد بلیساریوس رو نداریم. و البته دقت هم داشته باشید که فرماندهانی که در نواحی شرقی روم مستقر هستن هم خیلی مطیع این آقای بلیساریوس نیستن و یک جوری بهش حسادت میکنن و همین کار اون رو خراب میکنه. خب این اتفاقاتی بود که در سال 544 میلادی میفته. یک حمله ناموفقی رو داره خسرو و سال بعدش خسرو تصمیم میگیره دوباره در همون نواحی شمالی لازیکا و اینها به جنگ با رومی ها بپردازه و قرارداد صلحی رو هم امضا کنه که اتفاقات خیلی جالبی میفته در سال بعدش که به همین شیطنت های آقای پروکوپیوس میخوایم اشاره کنیم و همینطور جوستینین که اینها خیلی خیلی آدم های پست و رذلی هستن ولی سعی میکنن در متون خودشون رو خوب جلوه بدن. امیدوارم که از این قسمت هم استفاده کافی رو برده باشید و تا قسمت بعدی بدرود.